سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به مداخله نیروهای امنیت انتظامی در مراسم یادبود قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و بازداشت برخی حاضران در این مراسم از جمهوری اسلامی خواست تا فوراً و بدون قید و شرط بازداشت شدگان را آزاد کند. گزارش‌ها حاکی از این است که ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای با خشونت کم سابقه‌ای از سوی ماموران امنیتی رژیم همراه بوده است. روز جمعه 12 آذر ماه تعداد پرشماری از ماموران امنیتی رژیم از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج جلوگیری کردند و حتی اجازه ورود افراد به این گورستان را ندادند. ماموران رژیم همچنین 5 تن از جمله ناصر زرفشان، مزدک زرفشان، محمد مهدیپور، بکتاشت آبتین و فاطمه سرحدیزاده را در جریان مداخله نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت کردند که ناصر زرفشان پس از چند ساعت آزاد شد. روز یکشنبه نیز مزدک زرفشان و بکتاشت آبتین آزاد گشتند. امروز سه‌شنبه در اوایل صبح تهران با آقای ناصر زرفشان گفتگو کردیم. آقای زرفشان، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی استرالیا قرار دادین. عکسی که از مزدک به سر شما پس از آزادی ایشان منتشر شده نشان میده که در چشم دور چشم راست وی کبود شده و نشان از ضرب و شتم شدید بر روی صورت وی پیداست. آیا این کبودی چشم قسمت راست صورت ایشون در حین حمله ماموران امنیتی مراسم روز جمعه انجام شد یا پس از بازداشت؟ نه خیر، این همون حمله و ضمن دستگیری. حال مزدک چطوره؟ بعد عمومیش خوشبختانه خوبه، ولی من نگرانی های بابت چشمش و بین شکستگی بینی و صورت دارم که دارم دنبال میکنم ببینم کارهای پزشکی میکنیم ببینیم که به چه وضعیتی. آیا قصد پیگیری قانونی دارین یا بهتر بگویم اصلا پیگیری قانونی را به جایی میبره؟ ببرد نبرد، به هر حال من اولین مرجعی که بهش مراجعه میکنم خود دستگاه قضایی است و باز هم امیدوارم که دستگاه قضایی تو این زمینه جدی و قانونی برخورد بکنه، چون میدونید ایراد ضرب جرم علنی و آشکاره. در شرایطی که در قانون حقوق شهروندی حتی استفاده از چشمان برای متهمین ضمن بازداشت و بازجویی ممنوع اعلام شده، ایراد ضرب علنی و وحشیانه به مردم، به کسانی که هیچ گونه اتهامی متوجه اونها نیست، هیچ قرار و دستور قضایی برای بازداشت اونها وجود نداره و اصولا این مامورین از هویت اونها بی اطلاعن که اسم اینا کیه اینا کی هستن، ولی در ملای عام بهشون ایراد ضرب کنن، این به مسخره گرفتن همه قوانین و مقررات از ناحیه کسانی است که قرار بوده خودشون ضابط و مجری قانون باشن. بازداشت هیچ کسی به موجب قوانین ما مجاز نیست قانونا، مگر اینکه قرار بازداشتش قبلا از طرف یه مرجع قضایی صادر شده باشه و برای اینکه یه همچه دستور قضایی یا قرار بازداشتی صادر بشه باید هویت فرد بازداشت شونده معلوم باشه، قبلا اتهامی متوجه شده باشه، پرونده‌ای تشکیل شده باشه. یعنی حتما صدور قرار بازداشت دستور قضایی قبل از خود بازداشته. اما یه چیزی که اینجا جا افتاده و عمل میشه علنا و آشکار نقض قانونه، وقتی یه کسانی رو مضروب میکنن برای امحاء آثار جرم که خود این مأموری مرتکب شدند، فرد مضروب رو هم تازه بازداشت میکنن و بعد به تاریخ بعد از بازداشت میرن اون ترتیبات قضایی رو انجام میدن، دستور میگیرن. این واقعا تیشه زدن به ریشه همه چیزه. نباید کسی تو دستگاه قضایی، من به اون همسنفی ها هم حرفه‌ای های خودم، به اون قضاتی که این کارها رو اگر میکنن، توصیه میکنم که این تیشه زدن به ریشه اصلا اساس قضاست تو این مملکت. بله، به هر صورت بعد از مجذوب کردن و مجروح کردن و بازداشت افراد بیگناه میبرن، نام و مشخصاتشون رو تازه میپرسن که تو کی هستی؟
بعد کاغذاشو درست میکنن که باید قبلا درست شده باشه. چند نفر در مجموع دستگیر شدن و چند نفر تا به حال آزاد شدن؟ تا اونجایی که من چون خود من هم بازداشت شدم، تو اون اتومبیلی که اول چی بود، مزدک فرزند من بود، آقای بکتاش آپتین بود، عضو کانون نویسندگان، خدمت شریفتون عرض کنم که آقای مهدی پور با ما نبود ولی شنیدم او بعدن آزاد شده، ولی آزاد شد مدتی کمی بعد از بازداشتش. دو نفر جوان دیگه هم با ما بودن توی اون مینیبوس، توی اون وسیله که اسم یکیشون فکر میکنم ابوالفضل مخدومی است، اسم دومی رو نمیدانم. آیا فکر میکنید همگی بازداشتگان آزاد شدن یا معلوم نیست؟ نه خیر، اون ابوال چون اینا جدا نگهداری میکردن، وقتی ما مزدک و آقای آپتین رو رفتیم و گرفتیم از زندان آزاد، در واقع قرار صادر شد، ترتیبات رو طی کردیم و رفتیم گرفتیم، ابوالفضل هنوز در زندان بوده تا این حد رو اطلاع. به طور بسیار وسیعی این مسئله منعکس شده در سطح رسانه‌ای و حتی عکس‌العمل‌های بین‌المللی نیز برای حاکمیت به دنبال داشته، ولی مایلم شما در اونجا خودتون حضور داشتین، اگه به طور خلاصه برای ما و شنوندگان بگین که چه اتفاقی افتاد، چگونه برخورد کردن نیروهای نظامی؟ ببینید، مراسمی برای به مناسبت سالگرد جان باختن مختاری و پوینده بر سر مزار اونها، خاک اونها، مراسمی بود، قرار بود باشه. مامورین البته از ورود کسانی که برای شرکت در بزرگداشت برای این روز آمده بودند، از ورودشون به گورستان امامزاده طاهر جلوگیری کرد. یه خانم مسن متجاوز از 70 سال سنی، گویا از دوستانش از جمعیت عکسی گرفته یا نگرفته، در حال موبایلی دستش بوده که این موبایل حساسیت ایجاد میکنه و ای رو از این خانم میگیرن، این خانم مقاومت میکنه، یه تعداد زیادی میریزن رو سرش. پسر من میره و اعتراض میکنه که یه زنی رو تو این سن به این کیفیت، این دور از اخلاق، دور از شون اجتماعی است، این که کاری نکرده، که اون رو رها میکنن و میریزن به سر مزدک. من چند متری از او فاصله نداشتم و به هم خبر دادن نگاه کردم، به قدری منقلب شدم که اصلا دقیقا آنچه که بعدن اتفاق افتاد رو نتونستم ضبط کنم تو ذهنم. به هر حال منم رفتم که مانع ایراد ضرب نسبت به پسرم بشم، که خودم هم مورد ضرب قرار گرفتم و بازداشت شدیم و بقیه قضایا به کیفیتی است که در رسانه ها منعکس شد. شما بنا به یک مسئولیت وجدانی اجتماعی و شغلی، خودتون 18 سال پیش وکالت خانواده پوینده و قطعه زنجیری رو بر عهده گرفتید، کاری کاملا قانونی، بازدار شدید، چند سال زندان کشیدید و حالا در مراسم یاد بود این قربانیان که دوست شما و عضو یک انجمن ادبی کانونی نویسندگان ایران بودن، که شما حالا خودتون چند ساله که چندین سال عضوش هستین و جز هیئت دبیران هستین، حالا شما و دوستان شما پسرتون مورد ضرب و شتم قرار میگیرن در این مراسم، چه احساسی دارید؟ خیلی روشنه که چه حسی دارم. من شرم میکنم از اون چیزی که اتفاق افتاده، امیدوارم مرتکبینشم حداقل شرم کنن و از این که حتی از بازگو کردنش، از دادخواهی، از بازگو کردن آنچه که رخ داده است هم جلوگیری میکنن. گمان نمیکنم کسی، برای کسی لازم باشه من توضیح بدم که چه حسی دارم با توجه به همه اون چه که گذشته است تا امروز، ولی به هر صورت یه گوشش کسانی که فرزندی دارند، اگر عکسی رو که از مزدک در رسانه ها منتشر شده نگاه کنند، میتونن حس کنند که به هر حال در این گوشه، این جنبه قضیه هم احساس من چگونه.
کانون نویسندگان ایران در یک بیانیه این ضرب الشتم و حمله رو با توحش و سبائیتی بی سابقه خوانده. به نظر شما چه هدفی پشت سر این حمله و ضرب الشتم سبائانه و متوحشانه هست؟ اون رو باید از کسانی که مرتکب شدن پرسید. من در مغز اونها نیستم، ولی هرچه هست از لحاظ من محکومه و امیدوارم متوجهش بشن کسانی که این کارها رو میکنن. آیا کانونی نویسندگان ایران مرعوب چنین سیاست هایی میشه؟ هرگز. اگر چنین چیزی بود، نه مردم نه کانون، اگر چنین چیزی بود ظرف 18 سال شده بود. من میخوام به کسانی که اینجور رفتار میکنن بگم باور کنید، اقدام علیه امنیت کشور رو کسانی میکنن که با مردم اینطور رفتار میکنن. اگر روز سیاهی برای این مملکت پیش بیاد، تکیگاه این مردم هن، نباید با مردم این گونه رفتار کرد. امیدوارم متوجه بشن. 18 سال از قتل پوینده و مختاری و سایر قتل‌های زنجیره‌ای در اون دوره میگذره. آیا به نظر شما هنوز احتمال حذف فیزیکی اعضای کانون نویسندگان ایران وجود داره؟ یعنی قتل‌های زنجیره‌ای از نوع دیگر؟ نه، من فکر نمی‌کنم. اون خط با توجه به اتفاقاتی که افتاد و نتایجی که به بار آورد، فکر نمی‌کنم دیگه اون خط تو هیچ کدوم از دستگاه‌ها تعقیب بشه. اما یک دادرسی عادلانه، یه آنچنان که باید و شاید نسبت به این جنایات هرگز صورت نگرفته و جامعه خواهانه است.